دیدار دو روزه بینالی یلدرم نخست وزیر ترکیه از عراق، از بغداد و اربیل یخ روابط بین آنکارا و بغداد رو شکست و به گفته بسیاری از کارشناسان اینجا فصل جدیدی از روابط بین دو کشور رو رقم زده. یلدرم در بغداد علاوه بر دیدار با پیدر عبادی نخست وزیر، با سلیم جوبوری رئیس پارلمان و فؤاد معصوم رئیس جمهور، با رهبران سنی عراقی و چهره های سرشناس سیاسی همچون عیاد علاوی هم دیدار و گفتگو کرد. صبح روز یک شنبه هم اینجا در اربیل با مسعود بارزانی رئیس اقلیم و نچیروان بارزانی نخست وزیر و سایر مقامات ارشد اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد. در این سفر به نظر میرسه که توافقات مهمی بین دو طرف، بین بغداد و آنکارا صورت گرفته که مهمترینشون یکیش رضایت ترکیه برای عقب نشینی نیروهای ترک از استان نینوا در شمال موصل هست و دومی فشار بغداد برای خروج نیروهای PKK از کوهستان سنجار هست. مسئله‌ای که قبل از اون دولت بغداد به نوعی حمایت می‌کرد از حضور نیروهای PKK در شمال سنجار. به نوعی ترکیه به مشروعیت بخشیدن بغداد به مبارزه با PKK نیاز داره. همزمان با ورود نخست وزیر ترکیه به عراق در دو روز گذشته، ارتفاعات قندیل که در خاک عراق هست، هم مرز خاک عراق هم مرز با ایران، قرارگاه های PKK اونجاست، هدف حملات هوایی جنگنده های ترکیه قرار گرفت. از دید ترکیه این بسیار مهم هست که PKK رو یک گروه تروریستی میدونه و حمایت آنکارا، حمایت بغداد میتونه بسیار مهم باشه. در مقابل حیدر عبادی نیاز داره به کمک آنکارا برای جلب حمایت سنی، به ویژه در بعد از آزادی موصل. ترکیه در بین اقلیت سنی در عراق نفوذ داره و آقای عبادی میخواد به عراقی ها بگه که کاری رو که یا اقدامی رو که نوری المالکی نخست وزیر پیشی نتونست انجام بده، یعنی خاکی رو که از دست داد به داعش واگذار کرد، اون میتونه برگردونه و مهمتر از اون اتحاد کشور رو برگردونه که مهمترینش جلب حمایت اقلیت سنی هست و ترکیه در این زمینه میتونه بسیار مهم باشه. نکته مهم دیگه در روز یک شنبه عملیات مشترک نیروهای امنیتی کرد با کماندوهای آمریکایی در عمق منطقه تحت کنترل داعش در شهر هویجه هست که اونجا صبح امروز تها محمد العبیدی، یکی از عمرای سرشناس داعش، مسئول دیوان بهداشت گروه موسوم به دولت اسلامی هست که از پایدر اومده در این عملیات مشترک، فردی که تحت تعقیب بوده و گفته میشه که در کشتن غیر نظامیان دست بالایی داشته. علی جوانمردی، اربیل کردستان عراق، صدای آمریکا.